سلام میکنم به همه دوستای خوبم امیدوارم حالتون خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدین آیا نظریه بازی ها فقط در اقتصاد کاربرد داره که همه مثال های من تا الان اقتصادی بوده در این ویدیو من میخوام بگم که نه و نظریه بازی ها در خیلی از علوم دیگه و به طور خاص در علوم سیاسی جامعه شناسی و غیره کاربرد داره و امروز میخوام مسئله انتخابات یا انتخاب عمومی رو در علوم سیاسی از دید نظریه بازی ها یک قضیه بسیار مهم در اون رو بیان بکنم قضیه ای که بیان خواهم کرد اسمش هست قضیه گیبارد ساترت که این دو نفر در فاصله زمانی دو سه ساله این قضیه رو بیان کردن در دهه هفتاد میلادی حدود سال 1975 و من میخوام این قضیه رو الان صورتش رو بهتون بگم تقریبا کامل ولی اثبات نخواهم کرد به این دلیل که اثباتش کمی طولانی تر از این ویدیو خواهد بود خب مثل هر مسئله نظریه بازی های دیگه بریم سراغ تعریف ریاضی مسئله مسئله به این شکله که ما انتا رای دهنده داریم که این ان میتونه مثلا باشه دو تا میتونه باشه یه میلیون تا میتونه باشه صد میلیون تا هر تعدادی دارن رای میدن و این رای دهنده ها میخوان بین چند گزینه مختلف مثلا A و بی و C و غیره یکی رو انتخاب بکنن که این حتما باید بیشتر از سه تا باشه یعنی این تئوری برای بیش از سه گزینه است که در خیلی از موارد این شکلیه دیگه حالا مثال های این گزینه ها در زندگی واقعی چی مثلا یک مثال میتونه کاندیداهای ریاست جمهوری باشه نمیدونم یک مثال دیگه مثلا میتونه کاندیداهای شهرداری باشه یک مثال دیگه میتونه مثلا انتخاب مدیر عامل یک کمپانی باشه مدیر آمل یک شرکت ببخشید و وقتی که مدیر عامل میخواد انتخاب بشه اون وقت این ان نفر میشن مثلا اعضای هیئت امنا و غیره یعنی مثال های مختلفی میتونه باشه که این نفر رای دهنده ها میخوان بین مثلا چند تا رئیس جمهور یا مثلا چند تا شهردار یا مثلا چند تا مدیر یکیشون رو انتخاب بکنن و با یک مسئله رایگیری ما مواجهیم خب حالا این رأیگیری چجوری کار میکنه بذارید من براتون توضیح بدم هر کس روی کاغذ رأیگیری خودش که مثلا یک همچین شکلی هست میتونه بیاد و به ترتیب لیست بکنه کاندیدای مورد علاقهش از محبوب به منفور مثلا میتونه بگه نفر اولی که من دوست دارم بیه نفر دومی که من دوست دارم ایه و نفر سومی که من دوست دارم سیه مثلا همینطور یک نفر دیگه میاد میتونه بگه مثلا نفر اولی من دوست دارم A نفر دوم C نفر سوم B پس این میشه مثلا آقای شماره یک این میشه مثلا رای دهنده شماره دو و یا مثلا رای دهنده شماره سه میتونه بیاد بگه من مثلا B C ام به ترتیب و رای دهنده شماره چهار میتونه بیاد بگه من مثلا C مثلا B A مثلا و همینطور یعنی میتونه ادامه پیدا بکنه تا هر جایی که شما دوست دارید و افراد بیان بگن که رأی ما چی هست به ترتیب از بالا به پایین و بعد من یک صندوق رأی دارم که این رأی های من میان و رأیشون رو میندازن داخل این صندوق رأی و این صندوق رأی من در حقیقت یک تابه هست که تصمیم میگیره که با رأی‌های رأی دهنده ها حالا باید چیکار کرد. پس این رأی‌ها میاد میره داخل این صندوق صندوق من یک تابه است و این تابه من میگه که خروجی نهایی کدوم گزینه است مثلا گزینه اa انتخاب میشه یا بی انتخاب میشه یا c در مورد این تابه صحبت خواهم کرد چیزی که شما ممکنه الان بگید اینه که ما در رأیگیری‌های های روزمرمون در در هایی که در حقیقت در جوامعمون داریم اینجوری نیست که بیایم کل کاندیداهامون رو از بالا به پایین لیست بکنیم ما فقط میگیم محبوب ترین کاندیدامون کیه مثلا در ریاست جمهوری یا در مثلا انتخاب یک مدیر عامل ولی من به زودی به شما نشون خواهم داد که اون حالت زیر مجموعی از این مدلی هست که من ساختم و این مدل خیلی کامل تر هست این تابه رو من بهش میگم مکانیزم تصمیم گیری. من باید اینو درست بکنم مکانیزم تصمیم گیری یعنی این تابه میتونه هر کاری بکنه و هر عملیاتی روی این ورودی ها انجام بده و به من یک خروجی بده بیایید چند تا از این عملیات هایی که این تابه میتونه انجام بده رو با هم ببینیم مثلا یک عملیاتی که این تابه میتونه انجام بده اینه که به ردیف اول نگاه کند و حد اکثر را انتخاب کنند این یعنی چی؟ این یعنی این کتابه من میاد میگه آقا من اصلا با ردیف دو به بعد کاری ندارم و میام توی ردیف اول اونی که از همه بیشتر مردم گفتن این محبوب ترین گزینه ما اون رو انتخاب میکنم که طبق این الان سیستمی که من اینجا رعی ها رو چیدم میشه بی خب این دقیقا همون انتخاباتی هست که ما در زندگی روزمرمون خیلی جاها میبینیم که میگیم که آقا فقط حق دارید به یک نفر رای بدید یعنی محبوب ترین رو بگید و بعد من بین اون محبوب این ها اونی که از همه بیشتر رای آورده باشه رو انتخاب میکنم اما آیا این تنها حالتیه که من میتونم رای گیری کنم نه این تنها حالت نیست من میتونم یه کار دیگه هم مثلا بکنم که حتی میتونه از این هیجان باشه میتونم چیکار بکنم میتونم میام بگم عدد هر گزینه را جمع بزن من میام الان براتون توضیح میدم اینو و کمترین را انتخاب کن این یعنی چی؟ این یعنی من میتونم بیام بگم که بیا مثلا بی رو نگاه کن مجموع عددهایی که آدم رو بهش دادن چنده این آدم به بی داده یک پس عدد بی از اینجا میشه یک اینجا هست سه درسته ردیف آخره اینجا هست دوباره یک و اینجا دو پس عدد بی جمعش میشه هفت ای چطور؟ ای اینجا هست دو اینجا هست یک اینجا هست سه اینجا هم هست سه پس میشه نه جمعش سی اینجا هست سه اینجا هست دو دو و یک جمعش میشه هشت پس من باز هم به این روش بی رو انتخاب میکنم اما این فقط به خاطر این حالتیه که من درست کردم یعنی میشد نتیجه من کامل عوض بشه این کاری که من الان دارم میکنم چه جور کاریه من دارم میگم که من مهم نیست برام که چند نفر این گزینه محبوب ترینشونه برای من مهمه که در مجموع جامعه نسبت به این گزینه یا مثلا هیئت امنا نسبت به این مدیر عامل حس بهتری داشته باشن و اگه افراد زیادی باشن که اون گزینه منفورترین گزینه شون باشه برای مدیر عاملی من میخوام اون گزینه وزن منفی بهش بدم و با احتمال کمتری انتخاب بکنم این مکانیزم تصمیم گیری دومیه که ما میتونیم داشته باشیم حالا من میخوام یک ادعای عجیب بکنم و بگم که اصلا این مکانیزم تصمیم گیری یک مکانیزم خیلی غلط حتی به یک معنی به معنی شهودیش میتونه باشه مثلا من میتونم بیام بگم به ردیف دوم نگاه کن و حد اکثر را انتخاب کن این یعنی دیگه اصلا از این غلطتر که من نمیتونم یه روشی چرا مثلا میتونم بگم به ردیف آخر هم نگاه کن این یعنی بیا ببین ردیف دوم آدم ها کدوم گزینه توش از همه بیشتر اومده که اینجا مثلا هست C خب این هم یک مکانیزم تصمیم گیریه دیگه یا میتونم بگم به ردیف آخر نگاه کن یعنی منفورترین گزینه و حد اکثر رو انتخاب بکن که اینجا مثلا میشه A خب هیچ چیز من رو من نمیکنه که من این مکانیزم تصمیم گیری رو انتخاب بکنم جز این که من دوست دارم مکانیزم تصمیم گیریم یک سری ویژگی های خوب داشته باشه که به زودی به اون ویژگی های خوب خواهیم رسید چیزی که من میخوام شما بهش توجه بکنید اینه که این مکانیزم تصمیم گیری من هر تابعی از ورودی ها میتونه باشه یعنی فعلا من هیچ محدودیتی روی مکانیزم تصمیم گیری قرار ندادم آخرین مکانیزمی که میخوام معرفی بکنم مکانیزمی هست که من میگم مثلا فقط به رأی نفر دوم مثلا حالا این میتونه سوم یا چهارم هم باشه دوم نگاه کن و گزینه اولش را انتخاب کن این یعنی تو اصلا کاری نداشته باش نفر اول نفر سوم و نفر چهارم چی گفتن تو فقط نفر دوم را نگاه کن مکانیزم F بیا فقط از ورودی دومت بهش نگاه کن و گزینه اول اون رو انتخاب بکن که اینجا میشه A ای. این مکانیزم یه اسم اگر بخوایم براش بذاریم میشه چی؟ طبعا اسم دیکتاتوری اسم قشنگه براش دیگه چون به این به وضوح یک دیکتاتوریه یعنی من دارم میگم مثلا این چند میلیون یا چهار یا هر تعداد رای دهنده برای من هیچ اهمیتی ندارن و من به تنها چیزی که اهمیت میدم رأی اول نفر دومه یعنی این آقای شماره دو مطلوب ترین گزینش چی هست؟ این مکانیزم اسمش هست دیکتاتوری خب پس یادتون نره تابع اف من هیچ محدودیتی روش قرار ندادم و در تئوری گیبارد ساترتویت که من میام و میگم که با چند تا ویژگی خیلی خوب این تابع اف من کدوم یکی از این مکانیزم ها یا هر مکانیزم دیگه ای میتونه باشه خب خب حالا بذارید من این گوشه پایین رو پاک بکنم امیدوارم مجبور نشم بیشتر پاک بکنم و اینجا من یک ای هم اه. باید قلمم رو عوض بکنم یه ای هم اینجا نوشته بودم که پاک شد خب ما از این تابع مکانیزم رای گیریمون یک سری ویژگی خوب میخوایم یعنی نمیخوایم خیلی احمقانه باشه ببخشید من این لغت رو شاید نباید میگفتم یعنی مثلا نمیخوایم به ردیف آخر نگاه بکنه حتی اکثر رو انتخاب بکنه این خیلی بده چون وقت آدما تحریک میشن برن محبوب ترین گزینهشون رو بذارن ردیف آخر دیگه یعنی این چه کاری ما راستش رو بگیم یک ویژگی خیلی خوبی که من از این تابه میخوام یعنی دیگه حداقل ویژگی که من از این مکانیزم تصمیم اینه که اگر گزینه اول همه رای دهنده ها دقت کنید همه رای دهنده ها یکسان بود آن گزینه انتخاب شود درسته یعنی این دیگه من از این کمتر که نمیتونم از یک مکانیزم رای گیری بخوام که آقا اگه همه رای دهنده ها گفتن اینو ما میخوایم به عنوان محبوب ترین اون انتخاب بشه دیگه این دیگه خیلی معقوله این ویژگی مثلا خیلی سریع این مکانیزم این رو حذف میکنه یعنی دیگه ردیف دوم آخر نگاه کردن و حد اکثر انتخاب کردن این ویژگی رو نداره چون اگه همه ردیف اولشون یکی باشه با این مکانیزم اون گزینه انتخاب نمیشه پس این اولین ویژگیه که من میخوام که آقا اگر همه چیز رو خواستن همه مردم یا همه رای دهنده های یک شرکت اون مدیر انتخاب بشه دیگه دیگه این از این کمتر که نمیشه خواست ویژگی دومی که من میخوام این یه خورده ویژگیه که باید بیشتر بهش فکر بکنین اسمش هست مثلا یک نواختی یا مونوتون بودن که الان من براتون توضیح خواهم داد چیه و خیلی راحت براتون این ویژگی شفاف خواهد شد ویژگی یک نواختی داره میگه که فرض کنید شما یک مجموعه از ورودی ها دارید مثلا این ورودی هایی که الان اینجا داریم و تابع من که هر تابعی میتونه باشه مثلا رأی حد اکثر نفر اول یا هر چیزی اومده و مثلا گزینه بی رو انتخاب کرد خب یعنی گفته که خروجی من به ازای این مجموعه از ورودی ها بیه حالا من از این تابه تصمیم گیریم یا این مکانیزم تصمیم گیریم ویژگی یک نواختی میخوام به این معنی که اگر نظر هیچ کس راجع به گزینه بی بدتر نشد یعنی اینایی که اول بود اول موند و اونایی که دوم یا سوم بود بهتر شد مثلا اینی که سوم بود اومد گفت او نظر من ببخشید در این دوره راجع به بی عوض شده اصلا من به نظرم بی از سی بهتره یا این نفری که اینجا بی براش دوم بود اومد گفت نظر منم راجع به بی بهتر شده یا اینکه گفت نه نظر من تغییر نکرده ولی حتما بدتر نشده جایگاه بی یعنی حد اکثر در همون جایگاهی که بوده باقی مونده به نسبت بقیه یا اینکه بهتر شده یعنی نظر افراد نسبت به بی بهبود پیدا کرده در این صورت باز هم خروجی تابه همون بی باشه یعنی من میخوام تابه هم نسبت به بهتر شدن نظر رأی دهنده ها راجع به یک گزینه یک نواخ رفتار کنه اگر به ازای یک ورودی خاص بی رو انتخاب کرد به ازای یک مجموعه از رعی های خاص بی رو انتخاب کرد به ازای بهتر شدن نظر افراد راجع به بی نسبت به اون حالت قبل باز هم بی رو انتخاب بکنه این خیلی معقوله دیگه من دارم میگم که آقا اگر مردم قبلا با یک مجموعه رأی بی رو انتخاب کردن حالا همون مردم اومدن گفتن آقا ما بی رو حالا بیشتر دوست داریم باز هم بی انتخاب بشه خب یعنی اینم یک ویژگی خیلی معقول دیگه ای که من از تابع رأی گیریم میخوام حالا یک نکته ای من داخل پرانتز فقط میگم این 30 ثانیه بعدو میتونید شما اصلا توجه نکنید اینه که این یک نواختی دقیقا معادل تروسفول بودن همون چیزی که در جلسه، پنجم فکر میکنم با هم خوندیم یا صادق بودن هست به این معنی که اگر یک مکانیزم ویژگی یک نواختی نداشته باشه در این صورت افراد انگیزه دارن که توش رأی واقعیشون رو روی کاغذ ننویسن و دروغ بگن یعنی مکانیزم تروتفول نخواهد بود پس این دوتا عملا با هم معادلند خب یعنی اگر یک به رأیگیری یک نواخت نباشه یکی است که انگیزه داره دروغ بگه و با دروغ گفتن اوضاعش بهتر میشه چون گزینه محبوبترش انتخاب میشه خب این فقط داخل پرانتز بود حالا بریم سراغ تئوری هیجان انگیز گیبارد ساترتوید که این تئوری به ما چی میگه این تئوری به من میگه که اگر شما بخواید ویژگی یک و ویژگی دو رو برآورده بکنید که خیلی ویژگی های معقولی هستند و هر سیستم رایگیری انگار باید این ویژگی ها رو برآورده بکنه این میتونه درست باشه اگر و فقط اگر یعنی هر دو طرفه هست این اگر و فقط اگر مکانیزم تصمیمگیری شما یعنی همون تابع F که به ورودی ها نگاه می کرد و این چهارتا مثال هاش بود، اگر و فقط اگر مکانیزم تصمیمگیری شما دیکتاتوری باشد که این دیگه یکی از عجیب ترین، نتایجیه که میشه از به کمک نظریه بازی ها گرفت راجع به یک مسئله انتخاب عمومی که به من میگه اگر شما همین دو ویژگی ساده رو بخواید که دیگه از این معقولتر شاید نشه ویژگی خواست مکانیزم تصمیم گیری که این ویژگی رو داره دیکتاتوریه و فقط همین یک مکانیزم این ویژگی رو داره یعنی هر گزی مکانیزم دیگه ای مثلا این مکانیزم خیلی محبوبی که الان در جوامع وجود داره یعنی رأی حد اکثر ردیف اول این ویژگی رو نداره و یک نواخت نیست یعنی اگر شما این مکانیزم رو انتخاب بکنید خیلی جاها رفتار یک نواختی ندارید و با بهتر شدن یک گزینه مجبور میشید که اون گزینه رو دیگه انتخاب نکنید یا اینکه در حقیقت افراد انگیزه دارن برای دروغ گفتن در این سبک بالایی و به صورت استراتژیک به یک کاندیدای دیگه رأی دادن و تنها مکانیزمی که این ویژگی رو داره مکانیزم دیکتاتوریه و جز دیکتاتورشیپ هیچ مکانیزم رایگیری دیگه ای نمیتونه هم یک نواخت باشه و هم اگر همه یک گزینه رو بخوان اون گزینه انتخاب بشه این به چه معنیه اینم سی ثانیه آخر اگر شما بخواید دیکتاتوری نباشه مکانیزمتون و جامعهتون مثلا دموکراسی داشته باشه به معنی اینکه رأی مردم اثرگذار باشه رأی همه در انتخابات یا باید یکی از این دوتا ویژگی رو فراموش بکنید یا اینکه تعداد گزینه رو همیشه به دو کاهش بدید برای دوتا این تئوری درست نیست و این نظریه گیبارد ساترتوید در سال 1975 واقعا یک ضعف بزرگ سیستم های رأیگیری رو نشون داد و اینکه انقدر هم ساده نیست که تصمیم گیری رو بدید از یک جامعه بزرگ و مشکلات تئوریک زیادی در اونها وجود داره خب مرسی که همراه بودید با من در این ویدیو در کلاس درس بعد میبینمتون خدا